اما بحث فرقه، شما میگین فرقه، آقا فرقه یعنی چی؟ فرقه یعنی اینی که یک جریانی خودش رو متمایز از یک کلیتی بکنه، فرق قائل بشه بین خودش و یک کلیت اجتماعی. حال ضاله یعنی چی؟ یعنی گمراه. فرقه ضاله بنابه این تعریف یعنی یک گروه از آدمایی که بین خودشون و کلیت اعتقاداتی که در یه جامعه وجود داره تفاوت قائل میشند، ایجاد تفرقه میکنند، ازش فاصله میگیرند، اما گمراهند. ما این تعریف رو از فرقه ضاله قبول داریم، اما مصداقش چیه؟ کی فرقه ضاله است؟ کسی که نماز میخونه، شما میگی ما هم نماز میخونیم. کسی که روزه میگیره، شما میگی ما هم روزه میگیریم. کسی که دروغ نمیگه، شما میگی ما هم دروغ نمیگیم، ولی دروغ میگید چون سندش هست. کسی که خرافه گستری نمیکنه، شما میگی نمیکنیم، ولی میکنید سندش هست. کسی که خرد ورزی میکنه، شما میگیم ما میکنیم، نمیکنید، سندش هست. کسی که پایبند اصول متقن و متین دین اسلام منبعث از قرآن مجیده، این رو نمیشه فرقه خوند. این مسلمان راستینه، این عامل به اسلامه. اما اون کسی که به نام اسلام دروغ میگه، به نام اسلام چپاول بیت المال میکنه و به نام اسلام دهان منتقد رو میبنده و به نام اسلام خرافه گستری میکنه و به نام اسلام سد راه خرد ورزی میشه، این میشه فرقه ضاله. این تعریف فرقه ضاله است. کسی که به نام اسلام روایت جعل میکنه، کسی که به نام اسلام افسانه اختراع میکنه و اون افسانه رو میخواد به نام دین به جای قرآن به خورد خلق الله بده، کسی که به نام اسلام میخواد مغزشویی بکنه جوانان بسیجی رو و اونها رو از راه بیراه بکنه، این میشه تعریف فرقه ضاله. نمونه بگم، اون آقای سعیدی نگفت که فلان کس وقتی لحظه تولد داشت به دنیا، گفت یا علی. اینو همه شنیدند، انکارش نمیشه کرد، سندش هست، در شبکه های اجتماعی همه میتونن برن ببینن. گفت من رفتم سراغ قابله، قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ماها از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه، این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام معظم رهبری، وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفت تا این کلام رو شنیدم قابله گفت علی نگهدارت باشه. این داستان رو نقل کرد، این تموم شد. چند شب پیش، ببخشید روز بود، جناب آقای زین الدین با عده‌ای از فرماندهان سپاه که بازنشست شدن یا در آستانه بازنشستگی هستن یه جلسه‌ای برای خودشون درست کردن، اومدن دفتر تولیه دیدن بنده. در اونجا جناب آقای زین الدین هم با اون جمع بودن.
من به جناب آقای زیندی گفتم حاج آقا اون قصه ای که خواهر آیت الله خامنه‌ای برای خانواده شما گفتن برای این جمع بگید. ایشون هم رو کردن به این جمع برادران سپاهی، گفتن سعیدی میگه که من اون قصه رو برای شما بگم. این قصه رو ایشون اونجا گفت. فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه جناب آقای سردار مهدوی نژاد گفتن آدرس ایشون رو به ما بدید تا ما اینو ضبط کنیم. مردم، رهبر شما کسی است که با ورودش یا علی گفت و در طول زندگی یا علی گفت و تو حزب اللهی باید تا ابد پشت سر این رهبر یا علی بگویی. این رمز موفقیت ماست. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو قدردان این نعمت ولایت و رهبری قرار بده. ما رو همیشه عمرمان در سنگر دفاع از امیرالمؤمنین و مقام معظم رهبری و هر کس که یار علی است موفق و مؤید بدار. امروز جهان جهان ارتباطاته. امروز ثبت میشه، امروز ضبط میشه. آدم امروز نمیتونه یه چیز بگه فردا بزنه زیرش بگه نه من اینو نگفتم، یا دیگران اشتباهی شنیدن، یا من مقصودم چیز دیگه بوده. نه، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. شما برهانت اینه؟ این میشه خرافه گستری. و نمونه هاش یکی و دوتا و ستا و چارتا و پنجتا نیست. وقتی در نماز جمعه در حضور مردم در وسط روز روشن در شهر قم یه نفر بیاد یه همچین حرفی بزنه، این حتما داره برای یه مخاطبینی صحبت میکنه دیگه. این چه حرفی داره میزنه؟ چرا داره این حرف میزنه؟ چه نیازی داره این حرف بزنه؟ چون این مستاق روشن خرافه گستری به خرد گریزیه. اما چرا در پست خودش میمونه؟ چرا در اریکه خودش ابقا میشه؟ قرآن غیر از این حرفا میزنه، عقل غیر از این حرفا میزنه. افلا تعقلون. این مستاق فرقه زال است.